یحیی سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی سابق حماس در تهران به عنوان جانشین او انتخاب شد. او پیش از این به عنوان رهبر این گروه در نوار غزه خدمت میکرد، سمتی که در سال 2017 به عهده گرفت. سنوار در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. سازمان‌های امنیتی این کشور معتقدند که او مسئول اصلی حملات بی سابقه 7 اکتبر در سال گذشته به جنوب اسرائیل بود که در آن بیش از 1200 نفر کشته شدند و 251 نفر به عنوان گروگان گرفته شدند. او در سال 1962 در اردوگاه پناهندگان خان یونس در جنوب غزه به دنیا آمد. سنوار در اواخر دهه 1980 سرویس امنیتی حماس موسوم به مجد را تأسیس کرد که گفته شده فلسطینی هایی که با اسرائیل همکاری می کردند را هدف قرار می داد. او بیشتر عمر خود را در زندان اسرائیل گذراند و پس از 3 دستگیری در سال 1988 به 4 بار حبس ابد محکوم شد. سنوار یکی از 1027 اسیر فلسطینی و عرب اسرائیلی بود که در سال 2011 در مبادله با گیلاد شالت، یک سرباز اسرائیلی که بیش از 5 سال در غزه در زندان بود، توسط اسرائیل آزاد شدند. یحیی سنوار پس از آزادی در سال 2011 برای نخستین بار با اسماعیل هنیه به دیدار آیت الله خامنه ای رهبر ایران می رود. در این دیدار اسماعیل هنیه او را به آقای خامنه ای معرفی می کند. در میان این برادران آزاده برادر یحیی سنوار وجود دارد که 25 سال از عمرش را در زندان‌های اشغالگران صهیونیست سپری کرد. او به 430 سال زندان محکوم شده بود. با این روحیه و با این فکر قطعا شما پیروزید. ببینیم اون روزی رو که شما گام‌های بلندی به سمت اون جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با افتخار و شرافت تمام به امت فلسطین و امت جهان و امت اسلامی اعلام می کند که مردی از مردان با شرافت فلسطین جان خود را در مسیر آزادی فلسطین داد. خداوند او را شهید برگزید، او را به همراه برادرانش برگزید، به همراه فرمانده بزرگ، مجاهد بزرگ یحیی سنوار ابو ابراهیم، رئیس دفتر سیاسی حماس و فرمانده نبرد طوفان الاقصا، همو که قهرمانانه شهید شد، او که سلاح به دست به شهادت رسید و در نبرد با ارتش اشغالگر تا آخرین لحظات زندگیش نبرد کرد. او در